شرمندگان تاریخ، گردانندگان تئاتر خونین افغانستان. بقای جمهوریت و تأمین صلح دیگر در دستان شما نیست. و وعده های رئیس جمهور که به دانشگاه بامیان عملی نشد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. وعده های رئیس جمهور که به دانشگاه بامیان عملی نشد. شرکت های ساختمانی رضاکارانه پا پیش گذاشتند. شماری از شرکت های ساختمانی خصوصی در بامیان در ادامه کمک های قبلی و اقدامات رضاکارانه خود به دانشگاه بامیان تصمیم گرفتند تا افزون بر هموارکاری محوطه دانشگاه، جاده های فرعی آن را نیز ترمیم و هموارکاری کنند. افضل نوری، مسئول اتحادیه شرکت های ساختمانی در بامیان، حین آغاز هموارکاری ساحه دانشگاه گفت که قرار است در این مرحله از کمک ها لات سوم جاده دانشگاه این ولایت ساخته شود. آقای نوری افزود که این سومین دور از کمک های اتحادیه شرکت های ساختمانی به دانشگاه بامیان است. پیش از این اتحادیه شرکت های ساختمانی در بخش های تخلیه فاضلاب خوابگاه پسرانه 2500 چوکی نیز برای دانشگاه بامیان کمک کردند. طبق معلومات آقای نوری، هزینه مجموعی این کمک ها حدود 1,500,000 افغانی برآورد شده است. مسئولان دانشگاه بامیان ضمن استقبال از حمایت رضاکارانه شرکت های ساختمانی، خواستار کمک از سوی سایر افراد و نهادهای کمک کننده نیز شدند. عبدالعزیز محبی، رئیس دانشگاه بامیان، میگوید که شرکت های ساختمانی به جای حمایت نقدی تعهد کردند تا جاده های فرعی داخل دانشگاه را هموارکاری و ترمیم کنند. همینطور آقای محبی افزود که شماری از افراد و چهره های سیاسی وعده های چون ساخت یک مرکز تحقیقاتی و کتابخانه معیاری نیز برای دانشگاه بامیان دادند که امیدوار است در آینده نزدیک این تعهد عملی شوند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، چه در زمان کارزارهای انتخاباتیش و چه پس از آن در سفرهای خود به بامیان، وعده های را برای مردم این ولایت داده است که مهمترین آن رهایی بامیان از زندان جغرافیایی بود. در کنار سایر تعهداتی که آقای غنی برای بامیان کرده بود، توزیع شهرک برای استادان، ایجاد دانشکده طب، هموارکاری صحن دانشگاه و همینطور آسفالت جاده این دانشگاه نیز از وعده هایی بود که تاکنون عملی نشده است. عبدالعزیز محبی، رئیس دانشگاه بامیان، میگوید که هرچند تلاش های رهبری دانشگاه برای ایجاد دانشکده طب جریان دارد، اما در گام نخست داشتن زیربنا و یک کلینیک از پیش نیازهای ایجاد این دانشکده است. با گفته آقای محبی، در حال حاضر نه ساختمان موجود است و نه هم کلینیک. با این حال آقای محبی میگوید که از جمع وعده های رئیس جمهور غنی برای دانشگاه بامیان هیچ کدام آن تا کنون عملی نشده است. محبی همچنان تاکید میکند که پس از تعهدات رئیس جمهور، اداره دانشگاه به همکاری ریاست شهرسازی و اراضی دیزاین پروژه داخل دانشگاه را به اداره عملیاتی ریاست جمهوری سپردند، اما تا کنون از آن خبری نیست. دانشگاه بامیان با پیش از 20 سال سابقه و داشتن نزدیک به 8000 دانشجوی پرحال در یک تپه خاکی در مرکز شهر واقع شده است. دانشگاه بامیان افزون بر نداشتن آب و فضای سبز، محوطه و جاده منتهی به آن نیز خاکی است. در تابستانها گرد و خاک ناشی از عبور و مرور وسایط نقلیه دانشجویان را اذیت می کند. رقیه نظری، دانشجوی سال سوم زراعت در دانشگاه بامیان، می گوید که نبود آب، خوابگاه و فضای سبز از عمده ترین مشکلاتی هستند که بیشترین رنج را بر دانشجویان بامیان تحمیل می کند. رقیه اما ضمن قدردانی از شرکت های ساختمانی خصوصی در بامیان اظهار خوشحالی می کند که پس از هموارکاری ساحه دانشگاه، زمینه برای سرسبز ساختن فضای این دانشگاه نیز برابر خواهد شد. این دانشجوی دانشگاه بامیان می گوید که نبود فضای سبز و محل برای مطالعه، نبود مرکز تحقیقاتی و سایر نیازمندی ها سبب شده تا دانشجویان به محض رخصت شدن از صنف به اتاق هایشان بروند و باور وی داشتن این موارد از لازمه های یک نهاد اکادمیک می باشد تا فضای دانشگاه راکد و خالی از گفتمان و بحث های علمی نباشد.
با این حال رسیدگی نشدن به این چالش ها و ده ها مشکل دیگر سبب شد تا سال گذشته خورشیدی کمیته سرسبزی و توسعه دانشگاه بامیان ایجاد شود. این کمیته توسط هیئت رهبری جمعی از استادان و کارمندان اداری این دانشگاه با هدف نهادین ساختن کارهای رضاکارانه، ترویج فرهنگ نیکوکاری و همینطور تلاش برای مردمی شدن فعالیت‌های مربوط به حمایت مادی و معنوی از نهادهای اکادمیک و به ویژه دانشگاه بامیان ایجاد شده است. در همین حال احمد ولی مسعود در صفحه رسمی فیسبوک خود در یک خبرنامه می‌نویسد: شرمندگان تاریخ، گردانندگان تئاتر خونین افغانستان، بقای جمهوریت و تأمین صلح دیگر در دستان شما نیست. سخن امریکا روشن است، میگویند 20 سال قبل بدون اجازه آمدیم، امروز بدون اجازه می رویم، هر وقت هم خواستیم دوباره بر می گردیم. حالا شاید بروند یا نروند، مقتضای طبیعتش این است، اما کشور از ما و مسئولیتش با ما بود. مایی که سخت شرمنده دولت مردان 20 سال خیش هستیم، چهره هایی که در یک وابستگی مطابق با اکت و اداهای رهبری، با فساد و جل، با پیوند قوم و قدرت، با فریبکاری و خیره‌سری به دولت رسیدند. وقتی هم رسیدند بار بار به مردم خود خنجر زدند، هست و بود مملکت را برباد دادند. آنانی که در اوج خودخواهی و خودشیفتگی، در کمال بی‌بصیرتی و نبود دلسوزی مردم را به درماندگی، وطن را به مصیبت‌های امروز رسانیدند، اینک با حضور یک ابرقدرت این مهره‌های وابسته و تحمیل شده چه سرنوشت سیاه و شومی را به ارث گذاشتند. شبکه‌های دهشتناک تروریستی و مافیایی، کارتل‌های بزرگ فساد و مواد مخدر، شگاف‌های عمیق قومی و زبانی، میدان رقابت‌های منطقوی و ده‌ها پیامد ناگوار دیگر که مردم تاریخ وجدان‌های زنده هرگز فراموش نخواهند کرد. خجالت‌آورترین صحنه سرایوی 20 سال اینجاست که همین شرمندگان تاریخ حالا که خود ماندن ادعای قهرمانی صلح و بقای جمهوریت را می‌کنند. ولی درد آورترین و تلخ‌ترینش میراث خونبار تئاتر افغانستان است که پایانش هنوز معلوم نیست. کشور در شرف آبستن تحولات است که حاکمان سرنوشت ما کوچکترین تصویر و تصور از فردایش ندارند، چون نه مالک جنگند نه صاحب سال. حالا مردم حق دارند بپرسند این همه برای چی بود؟ چی کسی باید پاسخگو باشد؟ با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.